بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه هفتم سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم قشاوة ولهم عذاب عظیم. آیتون، این یک آیه است. القرائت، قرائت آیه، این که القرائت الظاهره، قرائت آشکار یا معروف، قرائت ظاهره، قشاوه به کسر الغین و رفع الها، قشاوه تون رفع الها، یعنی آخرش رفع داره، قشاوه تون و رویه ان آسم فشواز قشاوتن. از آسم روایت شده، روایتو قبلا گفته بودیم یعنی چی، روایت شده از آسم فشواز به نسب و علا ابصارهم قشاوتن و ان الحسن به ذم الغین، حسن بصری قشاوه و ان بعضهم به فتح الغین قشاوه و ان بعضهم قشوه به غیر الف و قرع ابو امر بلکسائی علا ابصارهم رو علا آشو اماله کردن، علا ابصارهم بین الف و یا بالامالت، یعنی این الف علا اماله بشه بین الف و یا، والباقون به تفخیم، بقیه به تفخیم، علا ابصار، علا همچنین با تفخیم تزیم، و من قراء فی الامالت مذاهب و یطول شرحها. قراء تو بحث اماله خیلی حرف دارند که حالا بخواییم بگوییم طول میکشه. خیلی خوب، الحجت، بحث حجت، بله این چیز همه مجموع بیان خوندن اینا ها، اینا خیلی مهم است. همه روزا این یه آدم خیلی بزرگی مثلا همه قرآن رو از رو که داشت میخون اشتباه میخوند، از روها اشتباه میخوند. خب طبیعی وقتی کسی اشتباه میخونه اشتباه ترجمه میکنه که دیگه مسلمش و بعد اشتباه هم تفسیر میکنه، اشتباه هم نتیجه میگیره و بعد چقدر تبعاتی داره. به هر حال خوندن صحیح قرآن خیلی مهمه و یکی از نقطه قوت های دیگران است. ان حجتو، حجتو من رفع قشاوتون، که خونه علا ابصارهم قشاوتون، حجتش اینه که انه لم یحمله علا ختمه، این قشاوتون را حمل نکرد بر ختمه اول آیه، نخواسته بگه ختمه علا قلوب و علا فلان و علا ختمه قشاوتن، اینجوری نکرده، حملش نکرده بر ختمه. کما فی الآیت الاخرى، اونجور که تو آیه دیگر این کارو کرده، تو آیه دیگر مثلا تو این آیه و ختم علا سمعه و قلبه و جعل علا بصره قشاوتن، الان تو این آیه جعل علا بصره قشاوتن، قشاوتن منصوبه، میگه این آیه رو بر اون آیه حمل نکرده،
فایزا لم یحمل ها علیه، وقتی این آیه را حمل نکنه بر اون جعل یا بر ختم قشاوه را بر اون حمل نکنه فکانت مرفوعه، خب میشه مرفوع دیگه. بله فایزا لم یحمل ها علیه قطعه ها فکانت مرفوعه. بله قطعه ها، قطعه ها یعنی چی؟ این میگه ارتباطش با ما قبل بریده شده. اینجوری است ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم اینجا قطع و علی ابصارهم قشاوتون. فایزا لم یحملها علیه قطعها، از اون ختمه جداش میکنه، فکانت مرفوعه، بعد میشه مرفوع. حالا مرفوع میشه حالا مبتدا خبر که حالا خواهیم گفت. فکانت مرفوعتن اما به ظرف و اما به ابتدا. اون قشاوتون مرفوعه یا به خاطر این که خبر اون مبتداست، یعنی علا ابصارهم ظرف، علا ابصارهم به قشاوه رفع میدهد، یا این که نه به ابتدا مرفوع است به ابتدا. و کذالک قوله و لهم عذاب عظیم، آخر آیم که میفرمید و لهم عذاب عظیم، الان اینم دو جور میشه خوندش. مثلا بگویم که لهم خبر مقدم، عذابون مبتدای مؤخر، و این عذابون مرفوع به لهمه یا مرفوع به ابتدائه. فا این و این دستی بده ترتفع قشاوه و عذابون بنده هم مبتدا. سیبه میگه هم قشاوه مبتداست، عذابونم مبتداست و رفش به ابتدای. فکرنه او قاله، گویا آیه شریف اینطور بوده ها، قشاوتون علا ابصارهم، قشاوتون مبتدا، آخر آیم بوده عذابون لهم عظیمون، عذابون مبتدا. اینجوری بوده آخر آیه. این نظر سیبه. و اما اندل اخفش، اخفش گفته که قشاوتون مرفوعه ولی یرتفع به ظرف، به همون علا ابصارهم، علا ابصارهم این ظرف به او رفت میده. خب چجوری رفت میده؟ لأن الظرف یزمر فیه فعلون، خود جار و مجرور متعلق به یه فعلیه که درش مقدره، اون فعله وقت به این مبتدای رفت میده. بستعرف و فایدت اختلافه ما فی هذه المسئله بعد ان شاء الله تعالی. این که چه فایده داره که ما بگوییم که قشاوه مرفوع به ابتداییته یا قشاوه مرفوع است به این که ظرف رفعش بده؟ به هر حال هر دو میگن مبتدا، اما وجه رفعش فایدهش تو تفسیر بعدن میاد ان شاء الله. خب این تا اینجا علا ابصارهم قشاوتون، و من نسب قشاوتن، اما اونه که میگن قشاوتن، فا اما ان یحملها علا ختمه، یک احتمال اینه که حمل کنه قشاوه را بر ختمه، که انه قاله، گویا آیه اینجوری بوده ها، و ختمه علا ابصارهم به قشاوتن، یعنی ختمه سلیم در میاد، ختمه علا ابصارهم به قشاوت، اون وسط آیه میشه عطف، نه هیچ، ختمه علا ابصارهم به قشاوت. فلم موحوز فحرف الجر، وقتی این باعه افتاد وصل الفعل الیها فنسبها، فعل ختمه متصل میشه به این قشاوه و قشاوه رو نسب میده، با که بیفته ختمه به این نسب میده. حالا شبیه هان نه چیزه، شبیه منصوب به نزد خافز. خیلی خوب، این حرف بعضی ها، صاحب مجموع بیان میفرمید با حازان یحسن، ولی این حرف درست نیست، یعنی کسی قشاوه رو منصوب بخونه به این دلیل ها درست نیست. حازان یحسن لأنهو فصل بین حرف العطف و المعطوف به، چون این اومده الان بین ختمه و اون قشاوه فاصله انداخته،
على قلوبهم مع على سمعهم. این عطف این است دیگه، فاصله انداخته بین حرف عطف و معطوف به اون حرف عطف، اینو فاصله انداخته بین چی به چی رو دیگه نگفته ها، فاصله انداخته بین ختمه و قشامه. و ذالکه انما یجوز فی شعر، فقط تو شعره که جایزه، ولی مثلا در غیر شعر وقتی یه فعل میاریم تا متعلقات فعل، فاعل و مفعول و این چیزاش بند و بیلش نیامده نباید چیزی بهش عطف بکنیم. و ذالکه انما یجوز فی شعر، فقط تو شعره که جایزه. خب پس این نسب که درست نشد، و اما ان یحملها، یعنی کسی که منصوب میخونه شاید یه جور دیگه ترکیب کنه، و یا اینکه حملش میکنه قشابه را انا فعل مزمرن، یعنی از متعلقات ختمه نمیگیره، برای خودش یه فعل مقدر میگیره که انه قال، گویا اینجوری گفته ها، و جعل علی ابصارهم قشابتن، یه ختمه علی قلوبهم و علی ابصارهم، یکیم جعل قشابتن و جعل علی ابصارهم قشابتن. نحو قول شاعر مثل این که مثلا شاعر میگه الفتها تبنن و ما انباردن، الف دادم به اون حیوان تبن کاه و ما انباردن، آب خونک را الف میدند، یا آب خونک دیگه الف نیست. الان اینجا که این و ما انباردن، ما بارد ای بسقیتها، سقیتها ما انباردن، پس این ما انباردن مفعول برای سقیتهاست. و مانند قول شاعر دیگر یا لیت بعلک قد غزا متقلدن سیفن و رمحن، ای کاش همسر تو می جنگید متقلدن سیفن، یه شمشیر گردن خودش آویزان میکرد، و رمحن یک نیزه، نیزه رو میشه به گردن بیاویزی، نیزه بزرگی به گردن بیاندازی که دیگه نمیشه اصلا راه بری. این بر رمحن باید مثلا جمله فعلی عطف باشه بر اون متقلدن، یعنی این نمیشه عطف به متقلدن باشه، دا یه محذوفی میخواد. ای به حاملن رمحن، از کلم متقلدن باشه اصلا معنای شعر غلط است. و حازا ایزن ما یوجد و فیهان اختیار، حازا ایزن، چجور اون ترکیب قبلی رو گفتیم لا یحسنو، این ترکیب دوم رو هم میگیم لا یحسنو، خوب نیست. چرا؟ چون اینم فقط تو شعره که جایزه، تو غیر شعر جایز نیست. فقط صحه، وقتی این دو تو ترکیب نسب باطل شد معلوم میشه درست آن است که فقط صحه ان رفع اولا، رفع اولاست، الا ابصارهم قشاوتون. این باب و تکون الواو عاطفت جملتن الا جملتن، پس الا ابصارهم این باب میاد یک جمله ای را بر یه جمله، جمله چی؟ جمله اسمیه، مبتدا خبر، این مبتدا خبر عطف میکنه به اون جمله فعلیه. البته اینم خوب خودش جای تأمل داده ده، عطف جمله اسمیه بر فعلیه. خیلی خوب. بل قشابه، قشابه فیها ثلاث لغات، فتح الغین قشابه، ضم الغین قشابه، کسر الغین قشابه، و کذالک القشبه فیها ثلاث لغات، قشبه قشبه قشبه. اللغتو الختم، ختم الله، الختم نظیر تابع، ختم نظیر تابع، گاهی میگیم ختم الله، گاهی میگیم تبع الله. یقالو تبع علی به معنا ختم علی، ختمه و تبع هر دو به یه معناست، و یقال
تبعه ایزن به غیر حرفن، یعنی تبعه گاهی با حرف جر علا متعدی میشه، گاهی هم بدون حرف جر متعدی به نفس، و گاهی گفته میشه تبعه ایزن به غیر حرفن، بدون حرف علا، علا رم نمیخواد. بلا یمتن او فی ختمه ذالک، به این تو ختمه ممتنع نیست. یعنی شما میتونید بفرمایید که ختم الله و علا قلوبه، میتونید بفرمایید ختمه او، ختم قلوبه او. قال شاعری گفته که ان قرادی زورهی تبعت هما به تین مرجولان کتاب و اعجمی. بله، حالا یه جور من رو بکنم که منوشه نفهمیده، یه جوری که منوشه نفهمید که ان قرادا زورهی، گویا این سر استخوان‌های سینه اش تبعت هما. ببینید تبعت هما، الان تبعت مفعول گرفته بیواسطه، تبعت هما گرفته اونها را، اون استخوان‌ها را به تین مرد جولان، با یک گل جولان کتاب و عجمی، نویسندگان عجمی. حالا یعنی چی؟ معنیش نمیخواد، ولی هم لغتشو گفتم یعنی چی. جولان هم که همون جولان، جولان بلندی های جولان که اسرائیل گرفته. خیلی خوب، یا مثلا این آیه ختامه مسکن، تو آیه ختامه مسک یعنی چی؟ ای آخره، یعنی شاهنامه آخرش خوشه، ختامه مسک، شاهنامه آخرش خوشه. میدونم من ایسی دیه، اون سلطان بهش فردوسی گفته بود که هر شعری که بگی برای هر بیتش یه سکه بهت میدن. اینم خوب گفت، یه 50,000 بیت شد دیگه، اون باید دیگه 50,000 بیت، 50,000 سکه باید بده. دنبال بهانه میگشت که ندهد، اومد گفت که این فردوسی شیعه بوده سو شعر مده علی علیه السلام گفته، پس نمیدیم. و گفتن شاهنامه آخرش خوشه، که دیگه هیچ بهش ندادن بیچاره رو. ختامه مسک ای آخره و منه ختم الکتاب، ختم الکتاب هم همینه، لنه آخر و حال الفراغ منه، اون موقعی که دیگه پایان میابد. پس وقتی میگیم ختم الله علی قلوبه، این دیگه آخر دلشونه. و قوله علی سمعه، بینید قلوب رو جمع آورده، ابصارم جمع آورده، ولی سمع و مفرد آورده. بفرماد که و علا سمعهم یورید و علا اسمائهم، این اراده همون اسماء جمع اراده شده، ولی سمع مصدرون. قبلنم گفته بودیم دیگه مصدر تثنیه و جمع نداره. تقول و یعجبونی ضربکم ای ضربکم، خوشم می آید زدن شما، یعنی ضربه های شما، ولی ضروب رو که جمع نمیارن دیگه، ضرب و جمع نمیارن، اما ضرب بکن. فیوهد مفرد آورده میشه، یوهد لعنه و مستر، چون مستره، مسترم باید همیشه مفرد باشه. و یه جوزو ان یورید الان نواز سمعهم، شاید هم آیه اینطوری بوده سا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، نه و علی مواضع سمعهم، محل شنیدن، و هم مواضع هم جمع دیگه. فحذفت مواضع و دل سمع علیها، مواضع رو حذف کردیم، این سمع دلت مونه مضاف الی به جای مضاف نشسته. کما یقال اصحابو که عدلون، مثلا میگم اصحابو که عدلون ای زبو عدلن، الان این زبو جمعه و حذف شده، مضاف الی به جای مضاف نشسته،
اصحابو که عدل، عدل مصدر و مفرد دیگه. با یجوز و ان یکون لما اضاف السمع الیهم دل علی اسمائهم. جایز است که اینجوری بگیم ببینید خود این سمع مفرده، اما سمع او اضافه کرده به یه ضمیر جمع، وقتی که یه کلمه اضافه بشه به ضمیر جمع خود اون کلمه رو دیگه لازم نیست جمع ببندید. جایز است که چون اضافه کرد سمع را الیهم به ضمیر هما دل علا معنا اسمائهم، دیگه همون سمع میشه اسماء. پس چرا اسماء را مفرد آورده اسماء جمع نیورده؟ چون همون ضمیر همین مشکل رو دیگه حل میکنه. مثلا ببینید توی این شعر قال شاعر به ها جیف الحسرا فاما ازامها فبیزون و اما جلدها فسلیبون. ببینید الان جیف جمع، ازام جمعه، ولی جلد چیه؟ مفرد. جلد و مفرد آورده. خب چرا جلد و مفرد آورده با اینکه اون دوتا رو جمع آورده؟ به خاطر اون های جلدوها. همین که چون ها ضمیر مفرد مؤنث به چی برمیگرده؟ به جمع دیگه. به خاطر اینکه خود اون ها کار جمع رو میکنه دیگه، به جای جلود گفته جلد، به جای جلود گفته جلد. توی آیان به جایی که بفرمایه اسماء فرموده سمع. به ها جیف الحسرا، مثلا در اونجاست جیفه، جیفه همون جنازه هایی که متعفن شده باشن، جنازه های حسرا تأسف آور. فاما ازامها، اما استخوانهاشون فبیزون، یعنی نه که جنازه ها متعفن شده سپوسیده دی استخوان مونده، استخوانم سفیده. و اما جلدها و اما جلدش یعنی جلودش، اما پوستاش فصلیبو، اونا که به دار کشیده شده. بله. و قول آخر شاعر دیگری هم اینجوری گفته، گفته فی حلقکم ازمون وقد شجینا. فی حلقکم، حلق مفرده اما داره حلق همه شما رو میگه، پس میشه جمع. اما چرا مفرد آورده؟ به خاطر کم، به خاطر کم. فی حلق کم، به جایی که بگوید فی حلوق کم مثلا، گفته فی حلق کم ازمون استخونی فقط شجینا. فی حلق شجا، استخونی که تو گلو گیر بکنه، نجل بلاغه. ای فی حلوق کم، پس این که توی آیه این کلمه رو مفرد آورده علتش روشن شد. و اما قشابه، قشابه القطا، قشابه یعنی پرده. و کل و مشتمل علی شی، هر چیزی که مشتمل بر یه چیز دیگر باشه، بنی علی فعاله، بر وزن فعاله میاد. مثل امامه مشتمل بر سر، قلاده اصابه. و کذالک که اسماء الصناعات مثل خیاطه، قصاره، سیاغه، خیاطی، لباس شستن، لباس رنگ کردن. لأن معنى صناعت الاشتمال على كل ما فيها، چون معنای صنعت اینه که یعنی مشتمل است بر همه اون چیزایی که در اون صنعته. بلیزه اینجا میگیم که قشابه یعنی مشتمل بر همه اون پرده ها. و کذالک کل من استولا علی شیء، هر کسی که مسلط بر یه چیزی بشه، فاسم مستولا علی الفعاله، اسم مستولا علی میشود فعاله، بر وزن فعاله میاد اسمش. مثلا این آقا رئیس جمهوره میگیم اماره، نمیدونم خلیفه است میگیم خلافه و غیر ذالک. اینم شد قشابه. و سمی القلب و قلبا لتقلبه بالخواطر. اما کلمه قلب، کلمه قلب اصلا اسمش از همین خود کلمه سا قلب، قلب یعنی نه اینکه قلب خیلی زیاده باز بس میشه، قلب تقلب زیر رو شدن.
وسمي القلب قلبا لتقلبه بالخواطر. ابن عربي هم اول فصل همین میجدا. قال الشاعر ما سمي القلب الا من تقلبه والرأي يعذب والانسان اطفاره. ما سمي القلب الا من تقلبه، اصلا قلبو بهش میگن قلب برای چی؟ برای تقلب، زیر و رو شدن، تحول. والرأي يعذب، رأی دور میشه، والانسان اطباره، انسان اطباریه. یعنی چی؟ منیش نیست. یک کسی به آقای بروجردی گفت که آقا این مطلب که شما فرمودید قبلا جوردیه گفته بودید. فرمود انا فی کل یوم رجل، من هر روز یادم بیا. اون خیلی خوبی است که میگه حرف مرد یک کلام است، خوب اینه که بیه حرف مرد یک کلام نیست. این همین میگه الرأی یعذب، اون رأی قبلی غافل شد یه رأی دیگری اومد. انسان هم اطباری داره، اون یه طور با حال یه طور پرده یه جوریه. خب بینید الان این شعر رو برای شما بردیم برای اینکه بگیم که کلمه قلب به معنی تقلب، زیر رو شدن. خب ولی فؤاد محل القلب، حالا توی آیه فؤاد نداشتیم ما، حالا جای دیگه کلمه فؤاد یعنی جای قلب، قلب تو فؤاده. بعد خود فؤاد کجاست؟ بس صدر و محل الفؤاد، پس قلب تو فؤاد، فؤاد توی صدر. وقد یعبر عن القلب بمحله، گاهی هم به جای مثلا قلب میگن که صدر، میگن فؤاد. که قوله لنثبت به فؤادک، الان اینجا ببین مثلا لنثبت به قلبک، ولی گفتیم فؤاد. میگفتن چرا قرآن خورده خورده نازل میشه؟ کذالک لنثبت به فؤادک، تا دل تو را گرم بکنه، تثبیت بکنه. یا مثلا این آیه علم نشرح لک صدرک، این صدر محل فؤاد و فؤاد محل قلب، یعنی یا یعنا به القلب فی الموضعین، در هر دو جا به معنی قلب تو این آیه و اون آیه. خیلی خوب، آخر آیه ولهم عذاب عظیم. عذاب یعنی چی؟ بل عذاب استمرار الالم. اصلا خود عذاب، اصلا تو ذات عذاب و این نهفته است، یعنی دائمی، یعنی کسی که میره جهنم بزرگتر قصدش اینه که یعنی هیچ وقت تموم نمیشه. مثلا زندانی ها وقتی میره تو زندان همش از هم موقع داره میشماره که این 10 سال که من زندانم تموم میشه، هر روز میشماره که کم بشه. ولی زی خودش بهش چیه؟ نشاط میاره، امید میاره که امید داره یه روز تمام بشه. ولی زی عذاب عظیم نیست، عذاب عظیم اینه که اینه هیچ تموم شدنی نداره. بل عذاب و استمرار الالم، یقال عذبته تعذیبا و عذابا، یعنی چی؟ عذبته تعذیبا و عذابا، عذبته یعنی متعدی به نفسه می شود. و یقال عذاب الماء، عذاب الماء یعنی چی؟ آب گواراست. از استمر فی الحلق، وقتی از آب گوارا باشه تو حلق میمونه، شیرینی لذتش آدم درک میکنه. و همارون عذب و عذوب، اولاغ عذب یا عذوب از همون عذابا، یعنی چی؟ از استمر به العطش فلم یکل من شدت العطش، اولاغی که خیلی تشنه مونده غذا بیاری نمیخوره چون تشنشه. و فرسون عذوب مثل زالک، مثل همون علاقه، یعنی قضا نمیخونه چون تشنش. و اعذب توهو ان شی به معنا فتم توهو، اعذب توهو یعنی چی؟ باز داشتم، باز داشتم او را از این کار. خیلی بله، هم عذابون عظیم، عظیم یعنی چی؟ بل عظیم و الکبیر، یقال هو عظیم الجسه، هیکلش خیلی بزرگه. یا عظیم و شأن،
هیکلش بزرگ نیه اما خودش مثلا جایگاهش مهمه. و من الثانی یعنی از این عظیم و شأن، از این عظیم و شأن سمی سبحانه عظیمن، خدا رو میگیم عظیمه، نه یعنی که هیکلش بزرگه، جایگاهش مهمه. و عظمته کبریاؤه، عظمت خدا هم همون کبریاء خداست. اما معنا، حالا معنای آیه شریف، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوتون و لهم عذاب عظیم. قیمتی معنا ختم وجوه، ختم الله چند تا وجه عدوها. اما المراد بالختم العلامه، ختم الله علی قلوبهم یعنی خدا نشونه رو دلشون گذاشته. و اذن تهل کافر من کفره الى حالت یعلم الله تعالی انه لا یؤمن فانه یعلم علی قلبه علامتان. به هرگاه کافر به اون آخرین درجه کفرش میرسه، به یه حالتی که خدا میداند این کافر دیگه ایمان نمیاره، فانه یعلم علی قلبه، خدا یه نشونه میذاره رو دل این کافر، یه نشونه میگذاره. و قیله یه نکتتون سودا، بعضی هم گفتن که یه نقطه است، این تو اصول کافیه ها، تو اصول کافیه است، یه نکته سیاهی میگذاره رو دلش. تو شاهد و هل ملائکه، ملائکه اون نکته سیاه رو اون میبینن. فیعلمون بها انه لا یؤمن بعدها، ملائکه میبینن این که این دلش این نشونه رو داره، این معنیش اینه که این دیگه ایمان نمیاره. فیزمونه، ملائکه مذمتش میکنند. و یدعون علیه، نفرینش میکنند. کمان که حالا برعکس، حالا برعکس، کمان نهو تعالی یکتب فی قلب المؤمن الایمان، اگر یک کسی مؤمن بود خدا تو دلش چی میگذره؟ ایمان. و یعلم علیه علامتن، یه نشونه ایم رو دلش میگذره که تعلم الملائکتو بها انهو مؤمن، ملائکه میفهمند که این آقا مؤمنه. فیمدهونهو و یستغفرون لهو، مدهش میکنند، استغفار برش میکنند. و کما تبع علا قلب الكافر و ختم علیه، همونجور که خدا تبع علا قلب الكافر، ختم الله علا قلوبهم، تبع میگذره بر دلشون، خط میگذره برش. فوسمه به سمت تعرف و به هل ملائکه کفره، یه نشونه میگذره رو دلش به یه نشانهی که ملائکه کفر او را میفهمند. فکذالک وسمه قلوب المؤمنین به سمت، همچنین دل مؤمن را هم یه نشانه میگذره به یه نشانه هایی که تعرف و هم الملائکه تو به ها، ملائکه مؤمنین را به اون نشانه میشناسند. وقت تو اول و علا مثل هازا مناولتون کتاب بالیمین و شمال، چجور خدا دل کافر رو نشونه سیاه میگذاره، دل مؤمن رو یه نشونه سفید میذاره، ملائکه وقت میفهمند که این دیگه مؤمنه یا کافره. اینم که خدای متعال میفرماید به یه عده کتابشون رو میدیم از دست راست، به یه عده میدیم دست چپ، یعنی چی؟ یعنی یه نشونه. شما روز قیامت دیدی هر که کتاب تو دست راستش نام عملش، معلومه دیگه خوبه، سعادتمنده، میره بهشت، هر که دست چپه میره جهنم. بله. و تأویل شده به مثل همین تأویل مناولت الکتاب بالیمین، گرفتن کتاب به دست راست یا به دست شمال. فی انها، در این که این مناوله علامتون ان المناوله بالیمین من اهل الجنه و المناول بالشمال من اهل النار. یا این که مثلا برسونه اگر یک کسی روز قیامت دیدید که مثل صورتش ایبریه و همین این طرفی هم میره، میفهمید که این میره بهشت. اگر یک کسی اینی صورتش ایبریه اما عقب عقب داره را میره، این معلومه داره میره جهنم. خیلی خوب.
وقوله تعالى بل تبع الله عليها بكفرهم. توی این آیه نه ها، جای دیگه، آیات دیگه، در آیه شریفه که میفرماید بل تبع الله علیها بکفر، علیها به همون قلوب برمیگرده دیگه. این یحتمل امرین، دو تا احتمال داره. احدهما انه تبع علیها جزاء للکفر، خدا تبع کرده بر دل اونها به عنوان جزای کفرشون به عقوبتا علی، یعنی خدا به عنوان عقاب کفرشونی که دلشون درشو بسته دیگه هیچی توش نمیره. بل آخر معنای دوم، احتمال دوم اینه که انهو تبع علیها به علامت کفره، نشونه کفر رو دلشون گذاشته، نشانه گذاشته برای دلشون به علامت کفرشون. کما تقول و تبع علیه به تین و ختم علیه به شمعه. ارتش مثلا شده میشه دیگه، نامه های محرمانه شمع رو آب میکنن میرزه روی در نامه، یه مهر میزنه روش که کسی در نامه رو باز که این مهر بشکنه، این شمعه مومیای شمع رو بشکنه. حالا بعضی وقتا مثلا همین شمعه رو شمع آب میکنن میرزن بعد مهر میزنن روش، بعضی مواقع قبلا گل، اما یه گل تین ارمنی، یه گل خاصی است، یه گلی بود قدیم که مثلا اون موقعی که مثلا تاید نبود مردم با چی لباسشونو میشستن، یه گل خاصی بود، یه گلی بود با اون گل میشستن که کف میکرد و لباس میشستن باشه، اینا یه گل خاصی با اون گل، اون گل میریختن روی در نامه، یه مهرم میزدن روش، دیگه یک کسی در نامه رو باز میکرد کنده میشد دیگه. تبع علیه به تین و ختم علیه به شمعه. و ثانی ها گفتیم او ختم الله و علی قلوبهم چند تا وجه داره، یکیشو گفتیم، حالا دومیش ختم الله و علی قلوبهم. پس یه معنی شد که مثل در نامه که ارتش مهر میکنه، مهر مومه میکنه، اینجوری دلشون مهرموم میشه دیگه هیچی نمیره تو دلشون. و ثانی ها ان المراد بالختم علی القلوب، مراد به این که ختم بر دل، یعنی ان الله شهد علیها او حکم علیها به انها لا تقبل الحق. ختم الله یعنی چی؟ یعنی خداوند شهادت میده بر این دلها، حکم کرده بر این دلها به این که اینها لا تقبل الحق، اینا دیگه خدا شهادت میده اینا حرف حق تو گوششون نمیره. کما یقال، مثل اینکه مثلا شما میفرمایید اراک تختم و علا کل ما یقولو هو فلان، من میبینم شما شهادت میده به هر چیزی که فلانی میگه. یکی مثلا حرف میزنه این هی میگه درست میگه، دوباره میتونه این میگه درست میگه، میگم شما داری شهادت میده هر چی میگه میگه درست میگه. ای تشهد بهی و تو صدقه و تصدیقش میکنی. و قد ختمت علیک به انک لا تفلح، ختمت علیک به انک لا تفلح یعنی چی؟ ای شهد تو، شهادت میدهم بر تو به این که رستگار نمیشدی. و ذالک استعارتون، یه نوع استعاره است، کنایه، معنای مجازی. و ثالثها، معنای سوم ختم الله علی قلوبهم، اما المراد بذالک ختم الله علی قلوبهم یعنی انه تعالی ذمهم، خدا داره اینا رو مذمت میکنه به انها کالمختوم علیها، این که دل اینا کالمختومه، نه محرموم کردنی هست نه شهادتی هست، بلکه چیه؟ یه تشبیه، تشبیه معقول به محسوسه، کل مختوم علیهاست. چجور انا اون نامه ای که محرموم شده دیگه چیزی نمیشه توش داخل کرد؟ فی انه لا یدخلو هل ایمان، دیگه ایمان توی این دل نمیره، اون نامه ای که محرمومه چیزی هم توش در نمیاد، اینم لا یخرجو عنها الکفر، کفر تو دل ایناست و بیرون نمیاد. که قوله سمون بکمون عمیون، و مانند قول این شاعر که این سمون بکمون عمیون مجازه دیگه، یعنی اینه که کرکی نیستند،
پورک نیستند، لال نیستند، زبان دارند اما حرف حق نمیزنند، کر نیستند، میشنوند اما وقتی مثلا پای یه مطلب موعظه باشه خودشونو به کری میزنند. و مانند قول شاعر السم اما ساعه سمیعون، السم اما ساعه سمیعون، یعنی سمیع میشنوه دا، اما اونی که به دردش نمیخوره یه بده نمیشنوه. السم کره اما ساعه، از اونی که بدش میاد، یعنی فوشش بده نمیشنوه اما تعریفشو بکنی چهار گوشی گوش میکنه. خب این الان اینجا اسمون یعنی واقعا کره یا به معنی که خودشو به کری زده. و مانند قول این شاعر ولقد اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیات لمن تنادی، ولكن لقد اسمعت به تحقیق شنواندی لو نادیت حیا، اگر به یه زنده حرف میزنی حرف دادن به گوشش رسوندی، اما کسی که تو داری به شب میزنی مرده است، مردم که نمیشنوه. حالا مقصودش این نیست که این مرده سا خودشا به مردن زده، که میگفتن که هر خوابی میشه بیدار کرد مگر کسی که خودشا به خواب زده، اون دیگه نمیشه بیدارش کرد، چون خودشا به خواب زده اون دیگه بیدار نمیشه. الان اینجا شما کسی رو میتونی بشنوی که خودشا به مردن نزده باشه، این که خودشا به مردن زده گوشو داره اما ختم علی سمعه، یعنی چی؟ تشبیه. بن بن معنا معنای آیه اینه ها ان الکفر تمکن من قلوبهم، کفر تو دل این جا گرفته، فصارت کلمختوم علیه، مثل این که اصلا دل اینه ها مهر برش زدید، و سارو به منزلت من لا یفهم ولا یبصر ولا یسمع، مثل کسی شده که نه میفهمد و نه میبیند و نه میشنود. انل اسم و ابی مسلم الاصفهانی، این دو نفر اینو گفتند. و رابع ها چهارمین معنای ختم الله علی قلوب، معنای چهارمینه که ان الله وصف من ذمه به هذا الکلام، خدا داره توصیف میکنه اونهایی رو که با این کلام مذمتشون میکنه، دا توصیف میکنه میگه به ان قلبه زاغ عن النظر والاستلا، اینا اصلا دلشون تنگه، مثل کسی که چشمش باریکسا، میگه که مثلا ژاپنیا چشمش یه ذره بازه، میگه اگه چشمشون باز بود چه میکردن، حالا که یه ذره بازه اینجا همه دنیا رو گرفتن. حالا اگر کسی زاغه قلبش، قلبش تنگه، نمیتونه ببینه، نمیتونه فکر بکنه، نمیتونه استدلال کنه، فلم ینشره لهو، دلش باز نیست، دریا دل نیست، آیده فلم ینشره لهو، لم ینشره شرح صدر نداره، مثلا نونش دیر میشه، آبش دیر میشه، فریادش بلند میشه، شرح صدر نداره. فهو خلاف من ذکره فی قوله افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، این ختم على قلوبهم که یعنی دلش تنگه، این مخالفونه که شرح الله صدره، دریا دل، دریا دل. مثلا حضرت ایوب بهش گفتن گلتو نمیم دوز برد، گرگ خورد، اومدن بهش گفتن من زنه مریض شد، بچه مریض شد، زلزله شد، خونت خراب شد، فلان، هی همه شکر خدا میکرد، خودش مریض شد، خدا رو شکر میکرد، مریضش مصری بود تا رسید به دلش، حال صداش در اومد، گفتن چطور حال صدا در اومد، گفت که تا حالا هرچی بود اینا خراب شد، این خونه خداست، خونه خدا میخوام خراب نشه، قلبش گفت خونه خداست، این نباید خراب نشه. بله، فهو على نور من رب. و مثل قوله ام على قلوب اقفالها، آیه ام على قلوب اقفالها، این دلشون تنگه. و قوله و قالو قلوبنا غلفون، یا
یا و قالو قلوبنا فی اکنتن، همیه تو این آیات به معنی که دلشون چیه؟ زیقه، تنگه، کوچیک. و یقوی ذالک مؤید این معنای چارم است ان المطبوع علی قلبه، معنای چارم این بود که یعنی دلش تنگه، مؤیدش هم اینست ان المطبوع علی قلبه، کسی که دلشو خدا مهر زده وصف به قلت الفهم، خدا توصفش کرده که این کم میفهمه، به ما یسمع من اجل تابعه، اون چرا که میشنود کم میفهمه. چرا کم میفهمه؟ به خاطر اینکه مهر به دلش زده شده. این که کم میفهمه یعنی دلش کوچیکه، ظرفیت نداره. فقال بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، این آیه که بلکه خدا تابع کرده بر دلشون به خاطر کفرشون ایمان نمیارن مگر اندک، این مؤیده اینه که اون ختمه به معنی چیه؟ زیق، تنگ شدن. خیلی خوب. مقاله و تبع و تبع علا قلوبهم فهم لا یفقهون، و خداوند در آیه دیگر فرمود تبع علا قلوبهم فهم لا یفقهون، این شاهده اینه که یعنی وقتی دل تبع شد فهم کم میشه، زیق کم میشه. حالا یکی دلش دریا دله، یکی نه. بنام و یبین ذلک مؤید، همین معناست این آیه شریفه، قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، بگو اگر که خدا سمع و ابصار شما رو بگیره و ختم علی قلوبکم، ختم علی قلوبکم یعنی چی؟ یعنی دلتون رو تنگ بکنه دیگه چیزی نفهمید. یه وقتی کسی مثلا دو درس و بحث مثلا یکی دریا دله بهش اشکال بکنی مثلا پرخاش نمی کنه، پریشون نمیشه، این شرح صدر داره. یه وقتی می کسی مثلا اشکال بهش بینی فوری عصبانی میشه، ناراحت میشه، سرخ میشه، زرد میشه، جوش میکنه، این شرح همه زیقه، ختم قلب اینا. وقتی این آدم که اینجوریه جبلان فکری نداره، آدمی که اونجوریه هی هر روز حرف جدید میتونه بزنه. این قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، این آیه الان چه شاهدی میشه بر ما؟ خودش میگه، میگه فعدل الختم علی القلوب به اخذه السمع و البصر، معادله. این دوتا رو معادله هم قرار داد، این طرف فرمود اخذ سمعکم و ابصارکم، اون طرف فرمود ختم علی قلوب، ختم دل در مقابل این، در مقابل یعنی برابری ها، نه اینکه زدش، نه ها. این یه طرف که چی؟ اخذ سمع و ابصار، اخذ سمع و ابصار، چشمو گرفت، گوشو گرفت، یعنی دیگه نمیفهمه. پس ختم علی قلوبم یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیفهمه. معادله قرار، این معادله هم برابری ها، تساوی ها، معادله قرار داد. بله، ختم بر دل رو معادل چی قرار داد؟ اخذ سمع و بصر. فدل لحاظا این دلالت میکنه بر این که ختم بر دل یعنی، ختم بر دل یعنی چی؟ هو ان یسیر علی وصف لا ینتفع به فیما یحتاج فیه الی، یعنی از این دلش استفاده نمیتونه ببره، کما لا ینتفع به سمع و البصر ما اخذه ما، اگر که خدا چشم و گوش گرفت چجور دیگه استفاده نمیبره؟ از دلم دیگه استفاده نمیبره. و انما یکون زیقتن، یا و انما یکون زیقه به ان لا یتصل لما یحتاج الیه فیه من النظر و الاستدلال الفاصل بین الحق و الباطل، به همون اون قلب، اون قلب زیق است و زیغش به اینه که لایتسه، گنجایش نداره، لما یحتاج و الیه فیه، برای اون چی که احتیاج دارد به اون چیز در قلب، که در قلب به چی احتیاج داره؟ فکر، استدلالی که فرق بین حق و باطل بگذارد. به هازا کما یوسف
جبان به انه لا قلب له. این مثل این میمونه که مثلا یه آدمی ترسو رو میگیم دل نداره. ازا بولغ فی وصفه بالجبن، وقتی مبالغه کنیم بگیم خیلی ترسوه، آدم ترسو رو میگیم دل نداره. چرا دل نداره؟ لأن شجاعت محلها القلب، شجاعت جاش دله. فإذا لم يكن القلب الذي هو محل شجاعته لو كانت فألا تكون شجاعه اولا، اگر قلبی که محل شجاعت است، اگر شجاعت بود جاش کجا بود؟ قلب. حالا این قلبه نیست به خاطر که شجاعت نیست، خب پس باید بگیم دیگه اصلا قلب نیستیه، یعنی باید بگیم ترسو قلب نداره. فلا تکون شجاعت و اولا، وقتی که آدم ترسو قلب ندارد، بهتر است که بگوییم که قلب نداره یا بهتر است که بگوییم اصلا شجاعت نداره؟ یعنی چی؟ که بگوییم مظروف رو نداره یا بگیم ظرف رو نداره؟ قال طرفه فالحبیت لا فاد له و الثبیت قلبه قیمه. حبیت آدم ترسو، لا فاد له دل ندارد، و الثبیت آدم عاقل آدم شجاع، قلبه قیمه قلبش ارزششه. این الان داره میگه اون قلب نداره، این داره. این به خاطر این که قلب ظرف شجاعته، قلب ظرف عقله، قلب ظرف ادراکه. و کما وصف الجبان به انه لا فاد له، همونجور که این شعر را داره توصیف میکنه آدم ترسو را به اینکه دل نداره، و انه یراعه به اینکه این دل خالیست، و انه مجوف شکمش خالیه قلب توش نیست، کذالک وصف من بعد عن قبول الاسلام بعد دعا الی، همچنین خدا توصیف کرده کسی که دور است از قبول اسلام، بعد از اینکه دعوتش میکنیم به اسلام و ایمان نمیاره، به اقامت الحجت علیه، بعد از اینکه اتمام حجت میشه، این رو توصیف کرده به انه مختومون علی قلبه و مطبوعون علیه، ختم بر دلش و طبی بر دلش و زیق صدره و قلبه و زیق صدرش و قلبه فی کنان و فی غلاف. قلبش تو کنان، کنان یعنی چی؟ کلاه خود، توی کلاه و در غلاف. و هذا من کلام شیخ ابی علی فارسی. و انما قال ختم الله و تبع الله، اینها رو گفت لأن ذلک کان لیسیانهم الله تعالی، چون اینا معصیت خدا میکنند، فجاز ذلک اللفظ یا فهاز ذلک اللفظ، این لفظ را حیازت میکنه یا جایزه این لفظ به کار ببری. کما یقال اهلکتهو فلانتون، اهلکتهو فلانتون گفته میشه، اهلکتهو فلانتون ازا اعجب بها، وقتی که یه نفر مثلا عاشق یه زنی میشه، به یا لا تفعلو بهی شیئن، اون زنم هیچ کاری برای این نمیکنه. حالا اینجا میگیم چی؟ اهلکتهو یعنی چی؟ لانهو حلک فی اتباعها، در اینکه دنبال او رفته هلاک شده. سؤالون این قیل لما خص هذه الاعضاء بالذکر، چرا این قلب و سمع و بصر این ستاره چرا گفت؟ قیل انها طرق العلم، جوابش اینه که راه علم و ادراک همین ستاست. قلب محل علم و طریق قلب یا شنیدنه یا دیدنه، پس همین ستاره گفته. آدم یا از چشمش میبیند یا از گوشش میشنود، و اون چرا که درک میکنه به قلب داده میشه.